حضور بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنیم. امروز روز سه‌شنبه است و 31 از ماه جولای سال 2012 میلادی. در روزهای سه‌شنبه همونطور که مطلع هستید قریب یک ساعت خدمت شما هستم، در باره مطالب مختلف صحبت میکنیم. به خاطر این داستان المپیک که تب اون بسیار بسیار بالاست و در واقع همه اخبار جهان رو تحت شعاع قرار داده، حتی اخبار قتل عام‌های سوریه، نمیشه اندکی در باب تاریخ این ورزش در ایران صحبت میکنیم و رکورد ایران در این المپیک ها، که البته این کار دوستان ورزشی نویس و ورزشی گوز، اما این بخشی از تاریخ هم هست. البته اگر نگاه کنیم به این صحنه خاورمیانه، باز ایران در بین کشورهای مسلمان عرض شد که رکوردی دارد. در واقع از سال 1948 که اولین بار ایران در المپیک شرکت کرد و آقای جعفر سلماسی اولین برنز رو برای ایران برده است، تا به امروز ما جمعاً 11 طلا، 15 نقره و 22 برنز در رقابت‌های المپیک برده ایم. جمع مدال‌ها 48. و البته مطلع هستید که آقای مایکل فلپس، لطفاً آقای فلپس نشون بدید، با 18 مدال که تا حالا برده است بزرگترین المپیان تاریخ هست این آقا. فکر میکنم 15 مدال هست طلا تا حالا و 2 برنز و 1 نقره، که البته یک خانم روسی بود. بله آقای مایکل فلپس اینجا جاییست که اندکی برده بود این 200 متر رو که اساساً یکی از بهترین ورزش‌هاش بود در این مسابقات، اندکی دیر جامید و مدال نقره گرفت. اینجا حالت تأسف، چون تلاش حتمی بود. اینا یک خانم روسی داریم، لاریسا لاتیانا، که 18 مدال برده بود. خانم لاتیانا اگر عکسش هم داریم میتونیم نشون بدیم، که 9 تا طلا بود جمعاً. بله آقای مایکل فلپس هست و بزرگترین شناگر تاریخ جهان باسی به حساب بیاد در سه المپیک این همه مدال ها رو از آن خود کرده. این خانمی که ملاحظه میکنین رکورددار مدال های المپیک بود تا امروز، که ایشون البته جمع 18 مدالش در سه المپیک جمعا 9 مدال طلا بیشتر نبود، اما آقای فلس در گذشت از این رکوردها. و خیلی 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 ورزشی نویسان بعید میدانند که کسی دیگر بتواند عرض میشود که به این پا برسد. شما این حرکات خانم رو که دهه 50 اوایل 60 بوده در ژیمناستیک اگر نگاه بکنید تعجب میکنید. خب خیلی خیلی ابتدایی بوده، خیلی حرکات ساده ای داشت، ولی خب به هر صورت قهرمان بود. یا آقای پاوو نورمی داریم از فنلاند، دونده دوهای استقامت، اگر تصویرش هست لطفا نشون بدید. پاوو، بله این آقا عرض شود که بین سالهای 28 به بعد عرض شود که برنده 9 طلا شد و 3 نقره، یکی از المپیان های خیلی خیلی بزرگ هست این مرد در دوهای استقامت. بله بین المپیان های بزرگ یکم ایشون هست از تعداد مدال. بعد ما آقای مارک سپیتز رو داریم. مارک سپیتز، من در تبریز بودم در المپیک 1972. بله آقای مارک سپیتز 7 طلا رو از آن خود کرد و بعد خاطرات جالبی میگفت. البته در اون زمان 50 متر نبود در شنا، و امروز همین چند روز گویا یا اندکی پیش از این اعلام کرد که اگر 50 متر می بود حتما ایشون 8 طلا می برد، اما 7 طلا رو در المپیک بسیار حادثه بار مونیخ از آن خود کرد. من به یاد دارم که حتی عرض شود که فروشندگان تبریز تو خیابان ها در باب این مرد، این جوان، صحبت می کردن 7 طلای المپیک. و بعد میگفت که اون زمان رقابت عجیبی بود بین روس ها و آمریکایی ها. اینها میخواستن بگن سیستم ما بهترین سیستم است، روس ها هم که میگفتن بله دیگه این سیستم ما و این طرز تفکر ما، این استبداد کمونیستی ما جامعه ترین و کامعین، هم حرفای آخوند خودمان، بنابراین با زور و اردنگی و دارو و دوپینگ و
همه این کلک ها رو سوار میکردن که در المپیک ها مدال بیشتری بیارن و زمانی که تسلط به آلمان شرقی داشتن، بعد معلوم شد این دختره آلمان شرقی رو با آمپول و نمیدونم دواهای عجیب غریب تن اینا رو مثل مردها میکردن در میدان های شنا مدال میبردن. میگفت که این روسیه آمد به من گفت که این سبیل تو چه خاصیتی داره و اینها. گفتن که این سبیل من به سرعتم خیلی کمک میکنه. گفت در دور رقابت بعدی دیدیم که این روزان سبیل داشتن شناگرها شد، که البته چیزی نشده در شنا بقالی آقای اسپیت. البته امروز وقتی که این تعداد مدال میبره، خوشبختیش به لحاظ مالی حتما تضمینه دیگه، دیگه شکی نیست. اما این آقای اسپیت دانشجوی دانشکده پزشکی بود، به خاطر شهرت خارق العاده که به دست آورد دانشگاهش هم نرفت، ولی مثل که خیلی خوشبخت نشد، یعنی اون توفیق که باید به دست نیاورد. اما پیش از آقای فلکس بعضی رکوردها هنوز دست آقای سپیتز بود. المپیک مونیخ رو به یاد داریم، اونجاست که همون تروریست‌های سپتامبر 30 ورزشکار اسرائیل رو دزدیدن و این المپیک که در واقع محل نشاط و محل در واقع برابری و برادری بین ملت هاست، تبدیل شد به یک حادثه خونبار شگفت‌انگیز که از اون مطلع هستید. از المپیان های بزرگ یکی آقای کارل لوئیس، لطفا آقای کارل لوئیس رو نشون بدین. هر شبت که دونده و بله کارل لوئیس دونده 100 متر و 200 متر و پرنده در واقع پرش طول، کارل لوئیس در سه المپیک 9 طلا و 1 نقره به دست آورد. و ما یک سیاه پوست داشتیم به نام جسی اوونز. جسی اوونز در حضور خیلی ممنون بله آقای کارل لوئیس، جسی اوونز در المپیک برلین که هیتلر هم آمده بود، خیلی خیلی علاقمند بود که نژاد برترش، یعنی قد بلندای بلاند نژاد برتر آریه برنده بشوند. جسی اوونز 4 مدال طلا در 200 متر و 200 متر رو عرض می شود که پرش اینها برد و هیتلر خیلی عصبانی مشت کوبید و رفت بیرون. رکورد ایشون رو آقای لوئیس تکرار کرد در واقع در اون 4 مدال طلا در دو و میدانی ترک اند فیلد. و جنی تامسون رو داریم، جنی تامسون دختر امریکایی بله که در واقع 8 مدال طلا در شنا، 3 مدال نقره و 1 مدال برنز رو داره، یکی از المپیان های بزرگ هست از نظر تعداد مدال ها. البته ما آدم هایی هم داریم که خیلی ممنون وارتان جان، آقای وارتان بله خیلی المپیانه بزرگ هم داریم که موضوع تعداد مدال نیست، بلکه در واقع تداوم در واقع قهرمانی اینها، مثل تیوفیل و ستیونسن 4 دوره در المپیکا از کوبا دسته سنگ وزن بوکس برنده شد. آل اورتر برنده وزنه بود، وزنه در 4 المپیک در 16 سال و اون ورزشکار عرض کنم که معروف روسی الکساندر مدوید که در 4 المپیک در دسته سنگ وزن طلا رو، اینها المپیانای بزرگ هستن واقعا، خیلی خیلی کار شگفت انگیزی است، بس خودش و حالت فیزیکیشو بدین وجه نگهداری بکند که در 4 المپیک طلا ببرن، خیلی خیلی چیز خارق العاده است واقعا. دوستان فقط بیشتر این کارو نکردن، آل اورتر، الکساندر مدوید و تیوفیلو استیونسن رحمان دسته سنگین بوکس. حالا مخلص به خاطر علاقه خیلی زیادی که به این داستان‌های ورزشی اینها داشتن، اینها در خاطر هم مونده است. اما برگردیم به مملکت خودمان و اینها، میدانید اسلام عزیز هر نوع بازی هر گیمی رو حرام کرد. حالا این عرب ها در اون روزگار همین به اصطلاح خودشون جاهلی یه کارهایی داشتن آقا، یه تمرین تیراندازی میکردن، یه شطرنجی میکردن، اسبدوانی میکردن. اینها آمد و در اسلام عزیز ما دو ورزش داریم که اینها البته باید انجام بشه، یکی نماز صبح صبح و ظهر و بعد از ظهر و نصف شب، یکی هم بین صفا و مروه مسابقه دور می دوام و دور اون جریان که میدونید جون همون مکعب معروف.
وگرنه ده ورزشی دیگه نباید، مثلا لخ شدن چیز درستی نیست در اسلام. این بیناموسی است آقا، کسی لخ شه جلو زن بچه مردم بدو به، یا خانمی مثلا فرض کنید چهار قد چادرشو برداره چاخچورش جلو مردم بدو به، اصلا چنین چیزی نیست. این است که ماشاءالله کشورهای مسلمان هم از این لحاظ، هم از لحاظ عرض میکنم جوایز نوبل و علمی اینها، ماشاءالله خیلی وضعشون خوب هست. باز ایران حالا سابقه گبریگری داریم، ما و کافر هستیم الحمدلله. رافضی حداقل این ورزش کشتی در بعضی جاهای ایران مثل خراسان، مثل مازندران به خصوص، اینها ورزش های سنتی و قدیمی بوده، یک زورخانه های در ایران بوده، یک زوری میزدن بالاخره درسین محس جدید. و بعد هم در رشته های همین کشتی و وزنه برداری که به طوری که خدمتتون خواهم گفت از المپیک 2008 ایران هر آینه حضور داشته و مدال برده، با این بدبختی و با این گرفتاری و با این بیتوجهی مسئولان امر نسبت به ورزش قدیم و جدید، اینها باز هم درود بر این دلاوران ایرانی و درود بر این ورزشکاران ایرانی که باز پرچم ایران رو بعض اوقات به اهتزاز در آورده در صحنه بین المللی المپیک. وقتی نگاه کنیم به تاریخ مملکت ببینیم که این نشانه های از پهلوانی بعد از اسلام باقی مانده که احتمالاً خاص فتیان بوده، جوان مردان، چون میدونید جوان مردی یک حزب بود، جوان مردی به صورت یک حزبی بود که در شهرها پراکنده بود. فتیان یعنی جوان مردان که جزء این حزب بودن، وقتی از این شهر به اون شهر میره خودش معرفی میکرد، اون رو پذیرا میشدن و سنتی داشت، مراسمی داشت، ورود به جرگه جوان مردان داستانی بود که حالا از این بحث به دور هست که وقتی کسی میخواست که در واقع به این حزب جوان مردی به پیوندش میکرد. اما این ورزش های سنتی زورخانه ها که هست که شبیه آلات جنگ هست، مثل نمیدونم کباده و عرض می شود که همون میل و چرخ زدن و اینها، منم یک حالتی بود در این جامعه ایرانی که بوده در طول این عرض شود چند قرن گذشته. گاه به نام های پهلوان بر می خوریم که پهلوان لقبش بوده. فرض فرمایید که در نزد شاه یزد در روزگار حافظ یک مردی بوده است به نام پهلوان ابو مسلم خراسانی. هیچ ارتباطی به ابو مسلم خراسانی ندارد که میشناسیم، این هم اسمش ابو مسلم خراسانی بوده. و بعد همین عرض شود که امیر مبارز دین محمد میده به خدمت اون پادشاه و خب پهلوان پایتختش بوده، اون ابو مسلم نشسته بوده، گفته است که شما میتوانید کمان این ابو مسلم رو بکشید. این هم برداشت خیلی راحت کمون آقا رو کشیده و یعنی از اینجور رقابت های فیزیکی بوده در واقع. اینها در میدان جنگ مسابقات بودن، این مسابقه ها و هنرنمایی ها در میدان جنگ از دوران خیلی قدیم در ایران بوده. در شاهنامه ما خیلی برمیخوریم به هنرنمایی سیاوش، به هنرنمایی زام در حضور صاحب، اینها آزمون های پهلوانی بوده. یک آزمون پهلوانی محمود غزنوی حضور پدرش داد، اینا در تاریخ هست، اما طور پراکنده. بعد میگوید که شما هم کمان ایشون رو بکش. اگه داستان رو خاطر درست بیاورم، بله. و این آقا هرچی این پهلوان پایتخت اون آقا سعی میکنه نمیتواند که کمان این امیر مبارزالدین رو بکشه. خیلی پهلوان بزرگی بوده این امیر مبارزالدین، کسی که حافظ به او شحنه میگوید. و بعد گفته است ما فردا در میدان بایستی رقابت کنیم و اینها. گویا این جوالهای کاه میانداختن، بعد سوار میامد با نیزه میزد و این رو بلند میکرد و جلو پادشاه به زمین میانداخت. خلاصه اون آقا آمده پهلوان پایتخت هر شود که یک جوالی رو بلند کرده با نیزه و انداخته. بعد این امیر مبارزالدین هر چه سعی کرده دیگه موثر نیست، نیزه شکسته و با بن نیزه بلند کرده و پرت کرده. و بعد معلوم شد یک سندان آهنین تقلب کرده بود اون پهلوان، در این گذاشته بود که این پهلوان نتواند این هنرنمایی رو جلوی پادشاه انجام بده. و از این نام‌های پهلوانان در دوران صفوی، در دوران کریم خان زن اینها داریم، اما چیزی به نام ورزش رسمی ما نداریم. حالا یه بازی‌های بود بین بچه‌ها در دهات مختلف، در ایالات مختلف ایران،
با گوی بود یا چوب بود یا نمیدونم از اونجور چیزها، که البته اینها عرض میکنم که ارزش ورزشی جهانی نداشت و اینها، تا میرسیم به روزگار ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه یه آدمی بوده که از هر موقعیتی برای تفریح استفاده میکرده. یکیش هم این داستان عرض میشود که پهلوانی پایتخت ایام عید که سپری میشد در حضور پادشاه، یک مراسم پهلوانی با حضور اعیان دولت، بزرگان کشوری و لشکری تشکیل میشد و کشتی میگرفتن و هر کسی اون دیگری رو به زمین میزد بازوبند پهلوانی پایتخت رو میگرفت، که این سنت تا زمان مرحوم تختی هم بود. فکر کنم آقای فیلاوی دوست عزیز ما هم فکر میکنم آخرین پهلوان پایتخت بود در ایران و این سنت هم برداشته شد و داستانهای شیرینی هست از اون روزگار. و چون شاه پشتیبانی میکرد، تشویقی بود برای پهلوانان و معمولا اینها از کسبه بودن. ما تاریخ پهلوانی رو که میخوانیم میگه پهلوان ماسبند قومی، پهلوان نعلبند کاشی، این داستان ها خیلی خیلی مشهور است هنوز بین کسبه. داستان پهلوان، پهلوان اکبر خراسانی، پهلوان یزدی، دو پهلوان یزد داشته است، یزدی بزرگ و کوچک، و این پهلوان یزدی بزرگ داستانش تو فکر کنم بار اشاره کردم و اینها. 30 سال پهلوان پایتخت بوده، مرد خیلی قولاسایی بود، انسان بسیار شریف و بزرگواری هم بوده، تا اینکه پهلوان اکبر خراسانی که بسیار بسیار آدم رز و آدم ناجوان مردی بوده علی‌رغم شهرتش، به تهران آمده و هر شبت که شهرتی به دست آورده و با پهلوان اکبر ببخشید با پهلوان یزدی بزرگ، پهلوان ابراهیم یزدی در حضور شاه 3 روز کشتی گرفتن، 3 روز کشتی گرفتن و سرانجام هم البته پهلوان اکبر خراسانی چون جوان بود و جویای نام بود پیروز شده است بر این پهلوان بزرگ و بازوبند پهلوانی رو گرفته. اما ناصرالدین شاه پهلوان یزدی بزرگ رو به عنوان داور مسابقات نگهداری کرده، دچار کمردرد هم بیچاره شده و داخل عمر اینها و ورزشی نداشتیم. گاهی یک پهلوانی هم از عثمانی میگفتن میآمد هنرنمایی میکرد، بعضی اوقات این پهلوانای خودمون کلک میزدن میکشتنش. اینها از اینجور داستان ها هم هست در قصه های مربوط به صفوی به این سو اینها، تا میرسیم به سال 1948. ایران هم وارد مدرنیتی شده، فوتبال به ایران آمده، عرض کنم باشگاه های ورزشی رفته رفته اینها. 1948 البته اولین المپیک به سال 1896 بوده و 14 شرکت کننده در یونان، که البته به حکم آن که المپیادهای نخستین در یونان بوده و این درجه مدنیت یونانیان رو نشون میدهد، 1896 اولین المپیک رو در یونان با شرکت 14 کشور تشکیل دادن و بعد رفته رفته گسترش یافت به 306 در واقع این 14 کشور به 306 کشور رسیده است امروز که شرکت میکنن و در واقع یک احوال خیلی خیلی زیبایی سون جوانان همه کشورها میان و به طور خیلی خیلی عادلانه رقابت میکنن و این فوق العاده زیباست، از همه نظر زیباست. در واقع خود تماشای این قضیه روحی آدمها رو بالا میبره. این جوانان نیرومند در میدان با هم عرض کنن که رقابت میکنن. اما یک جنبه های سیاسی هم همچه خدمتون گفتن بین بلوک غرب و شرق و سر این قضایا همواره بود که حالا اندکی داره فروکش میکنه. امروز چین هست که من شنیدم به خاطر همین داستان بهتر بودن ما کمونیست ها، چه کمونیستی، اینها با زور و جبر و به هزار شکنجه و اینها این بچه ها رو میارن در ورزش ژیمناستیک و اینها تحت فشارهای روانی شدید که اینها مدال رو برن بگن چین هم جای خوبی است. اینها عقده های عجیب غریب دارن این مملکت رو عقب مونده. واقعا باری به سال 1948 ایران شرکت کرد و آقای جعفر سلماسی در رشته وزنه‌برداری اولین کسی بود که بر سکوی عرض کنم که برونز ایستاد. لطفا این بزرگوار رو نشون بدین، آقای سلماسی خیلی مهم هست. بله آقای جعفر سلماسی در رشته بعض پیداست، ایشون سنی هم داره هر شبت که بله اینجا جعفر سلماسی رو بله بر سکوی سوم
نشان میدهد. بله برای ما که خیلی بچه بودیم و اینها، البته نه از سال 1948، چون ما در اون روزگار ما یک سال و بیشتر نبوده. بله آقای سلماسی خیلی ممنون. اما وقتی که پهلوانان ایران یعنی تیم ورزشی ایران، خیلی ممنونم واردانجا، می رفتن به المپیک، یک هیجان شگفت انگیزی بود. منتظر می شدیم ببینیم که این پهلوانان ما چه می کنن، همون گونه که فرض کنیم به مسابقات جام جهانی فوتبال و اینها. اما این جعفر سلماسی همواره مشهور بود به عنوان کسی که اولین کسی است که برای ایران زمین مدال آورده. اجازه بدید که من از وارتان خواهش کنم یک موسیقی که خودشون انتخاب کردن پخش کنن و بعد من پرونده ورزشی ایران رو در المپیک ها خدمت شما عرض خواهم کرد، چون متناسب است با اون چی می‌گذرد امروز در واقع در المپیک لندن سال 2012. تا چند دقیقه دیگه با درود بر شما هموطنان گرامی، وارتان تهران قدیم رو نشان میداد، روزگاری که صفایی داشت واقعا. بله بعد از جعفر سلماسی ما در سال 1952 در هلسینکی تیم ایران شرکت کرد، دو نقره گرفتیم، یکی ناصر گیوچی و مرحوم جهان پهلوان غلامرضا تختی و سه نقره در واقع روی هم رفته، سه نقره عرض شود که یکی محمود نامجو بود که بعد از سلماسی نامجو در اون دوره ها در واقع مدال گرفت، یکی از بزرگترین ورزبردان تاریخ مملکت ما هست، ناصر گیوچی و غلامرضا، این سه نقره و چهار برنز هم گرفتیم، مجتبایی، جهانبخش توفیق، اینا همه اینا در چیز هزا، محمود ملا قاسمی و علی میرزایی، اینا بنابراین سه نقره و چهار برنز با هفت مدال ما از المپیک هلسینکی 1952 بازگشتیم. اگر که تصویر دارید مرحوم تختی رو هم نشون بدیم، هموطنانی که احتمالا فکر کنم همه با چهره غلامرضا تختی آشنا باشن، اما هر صورت که این مرد جاویدان هست، نه به خاطر مدال هایی که گرفت، بلکه به جهت جوانمردی و انسانیت و وطن دوستیش. غلامرضا تختی یک اسطوره است در ورزش ایران، در جوانمردی، و بعد هم متاسفانه خودکشی کرد که خیلی ها به دولت اون روز منتسب کردن، اما حقیقت امر آن است که مرحوم تختی خودش انتحار کرد متاسفانه. خیلی خیلی مایه غرور و مباهات همه جوان ها بود، ما هم که بچه بودیم و جوان بودیم به غلامرضا تختی افتخار می کردیم، هم به در واقع به جوان مردی ها و اخلاق او که عرض کردم همواره مهمترین چیز هاست، یکی هم به افتخاراتی که برای ایران می آورد. بنابراین اولین مدال جهانی مرحوم تختی مدال نقره 1952 هلسینکی است. بعد در روم رفتیم، در واقع المپیک روم، ما اینجا باز مرحوم تختی رو داریم که نقره گرفتن و اسماعیل علمخواه، ابراهیم سیفپور داریم و یک شخصی دیگه که اینا سه برنز. بنابراین در المپیک روم 1960 ما سه برنز گرفتیم و یک نقره. من یادم میاد که المپیک روم 1960 یک بوکسوری هم از آمریکا آمده بود اونجا طلا گرفت به نام محمد علی تختی، رام، یک دونده آمریکایی هم بود که برای اولین بار رکورد 100 متر رو شکست، من هیچ فراموش نمی‌کنم، خیلی خیلی قدیم. خب 1964 ما دو مدال گرفتیم 1964، یکی صنعتکاران و علی اکبر حیدری، مرحوم صنعتکار، ببخشید آقای صنعتکاران باید باشن، افسر پلیس بودن ایشون و بسیار بسیار مشهور از کشتیگیران تراز اول مملکت ما بودن، مرد بسیار نازنینی هم بودن ایشون آقای صنعتکاران. 1964
در 1968 بله ما عبدالله موحد رو داریم و محمد نصیری. خیلی خیلی اینها در واقع دو ورزشکار بزرگ، به خصوص عبدالله موحد. لطفاً تصویر عبدالله موحد رو اول نشون بدین، بعد تصویر نصیری رو. جهان پهلوان عبدالله موحد از اسطوره‌های ورزش جهان هست ایشون. بله موحد در حال کشتی، مازندرانی، مدال‌ها و کسانی که در امر کشتی تخصص دارن بر این هستن که بزرگترین کشتیگیر تاریخ مملکت ما به لحاظ کمال فنون و جامعیت عرض میکنن که تکنیک ها عبدالله موحد هست که یک شگرد خاص به یک شگرد خاص مشهور نبود. 6 سال متوالی هم قهرمان جهان بود، تعداد مدال‌های طلاش بسیار بسیار زیاد هست و در اون المپیک عبدالله موحد طلا گرفت و میدونید که به آمریکا آمدن ایشون، فکر میکنم تو گینس بوک آف رکورد هم بایستی باشن، در یک در واقع مؤسسه هال آف فیم جهان هم نام عبدالله موحد هست. شما هر جا برید و چک بکنید در باب تاریخ ورزش کشتی از عبدالله موحد که مایه غرور مباهات همه ایرانیان هست، این مرد بزرگ در واقع اونجا نامی هست، نشانی هست. و در امروز هم در ایشون در آمریکا هستن، در ویرجینیا. خیلی از او خواستن که تیم‌های آمریکایی رو مدیریت بکنه، در واقع کوچ باشه و نکرد. توی بیوگرافیش هم هست که من نمیخوام تیمی رو تنبیه بدن که یک روزی با کشتیگیران ایرانی روبرو میشوند و این منتهای وطن دوستی عبدالله موحد رو نشان میدهد. بله 1968 شون طلا گرفت. و محمد نصیری رو هم لطف کنین نشون بدین. بهش میگفتن که خروس طلایی ایرانی، همچین چیزی. آقای نصیری هم لطفا نشون بدین. بله نصیری من به یاد دارم که ما رو به خط کرده بودن در زمین ورزش میدادن. آقای سرشار که امروز در واشنگتن هستن و مسئول این کار بودن، به افتخار نصیری آمدن اونجا، گفتن سکوت کنیم یک دقیقه. دستور نظامی بود در واقع. بله هیچ یادم نمیره طلای عبدالله موحد و محمد نصیری. بله و ما جلایر رو داریم، یک نقره ابو طالب طالبی رو داریم، شمس الدین سید عباسی رو داریم. این سید عباسی هم خیلی مشهور شده بود، یه فن خاصی داشت، فتیل پیچ خیلی مشهور بود. بله و در صورت ما با 5 مدال از المپیک سال 1968 بیرون آمدیم تا رفتیم با المپیک 1972 مونیخ که بهش اشاره کردم. من به یاد دارم که ما در تبریز بودیم و خیلی دوست داشتیم اینا رو ببینیم، پخش هم میشد، البته سیاه و سفید بود. و آقای موحد از کشتی از شانه شکایت کرد و دیگه کشتی بعدی ما ازشون ندیدیم. همونجا دیگه پایان کارنامه ورزشی این کشتیگیر بزرگ مملکت ما بود. در 1972 ما در اونجا محمد نصیری باز اونجا نقره گرفت و رحیم علی آبادی نقره گرفت و ابراهیم جوادی در 48 کیلو. بله نصیری. بله بنابراین یکی از بزرگترین المپیان های ما هر شبت که قرامزا تختیز، یکیش هم نصیری، ابراهیم جوادی در 48 کیلو برونز گرفت در سال 1972. بعد ما رفتیم به المپیک 1976. بیشترین تعداد ورزشکارانی که دولت ایران هرگز فرستاده است به یک المپیک در سال 1976 بوده. 90 ورزشکار با خانواده هاشون و اینها، کسانی که در مونترال بودن، میگفتن قریب 600-700 نفر آمده بودن. وضع پول در ایران خوب شده بود و پارتی بازی هم بود البته و اینها، آمده بودن برای خرید.
خلاصه کمترین مدال ها رو هم در سال 1976 من یادم از منصور برزگر کشتیگیر خیلی توانمند مملکت ما یک نقره گرفت در 1976. محمد نصیری باز آمد با سن بالا گرفت در واقع و یک برنز هم آقای نصیری در 1976 مونرال گرفت. تعداد کارناوال ورزشی ایران میگفتن با روس ها برابر بود. اونا نمیدونم چند تا طلا بردن، 50 تا 60 تا طلا بردن، ما هم یه نقره بردیم بالاخره دیگه. حالا یه برنز هم نصیری باز پیرانه سر. این نشون میداد که وضع ورزش چگونه بوده در اون دوره ها. خب در 1980 آقای کارتر قیامت کرد ماشاءالله. از بس با عرضه بود این مرد، آمد گفت که چون نمیدونم روس‌ها چنین و چنان کردن، ما هم تعطیل میکنیم، ما هم المپیک تعطیل میکنیم. جوانهای این مملکت با 60 کشور دیگه، نمیدونم 60 چند کشور رو، 65 کشور رو که در واقع در جزء آمریکا یا دوستان آمریکا بودن، اینا مشارکت نکردن. همه جوانها غمگین، این همه آرزوها برای حضور در یک همچین صحنه ای. آقای کارتر در واقع گفت حالا که اینجوری ما هم نمیذاریم که ورزشکارا برن المپیک. به نظر من خیلی خیلی کار سفیهانه بود نفرستادن ورزشکاران به المپیک. 65 کشور دیگر هم نرفتن، ایران هم شرکت نکرد. در 1984 هم ایران شرکت نکرد. عرض می شود که ما در سال 1988 یک نقره در یک ببخشید برانز در تکواندو بردیم و آقای محمدیان یک نقره برای ما در کشتی برده. همین آقای محمدیان در المپیک 1992 یک نقره برده و دو برادر کشتیگیر امیررضا خادم و رسول خادم دو برانز بردن. حالا یک زمانی بود که ایران خیلی کشتی قوی داشت، در ملبورن بود گویا 5 طلا ایران برد در جام جهان، تختی طلا، حبیبی طلا، خیلی طلا، 5 تا طلا بود. حبیب الله بلور هم عرض کنم که مربی بود از کشتیگیرای قدیمی. بله، ببر مازندران حبیبی یکی از در واقع چگونه بگم تیز چنگ ترین کشتیگیرای تاریخ مملکت ما حبیبی است. اینا رو من نمی‌شناسم مطلقاً و ابداً. بله حبیبی، بله هر موقع حبیبی کشتی می‌گیره واقعاً در کل مملکت یک هیجانی بود. از بس زیبا و سریع کشتی می‌گیره. شنیدم آقای حبیبی در همین تکساس زندگی می‌کنن. متأسفانه اشتباه عمده این مرد این بود که رفت وکیل مجلس شد و یه فیلم‌های خیلی بیمزه بدی بازی کرد. از حیثیت پهلوانی خود و حیثیت ورزشی خودش خیلی کم کرد متاسفانه. خود تو اون زمان هر که وکیل میشد با انتخاب ساواک میشد و این فیلم‌های ایرانی بیمزه خنک، حیف 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 واقعا خیلی خیلی به خودش لطمه زد، به خصوص که او رو با تختی مقایسه می‌کردم. تختی در کنار مردم بود، تختی از مردم بود در کنار مردم، هیچ مناسبتی با دولت نداشت. سهل است که بسیار با دیکتاتوری مخالف بود، داستاناشو شما میدانید، داستانها هست در باب او و نمیدونم میدان ورزشی و اون داستان سالن والیبال و اینها که بارها شنیدیم. اما متاسفانه امام علی حبیبی این خطای بزرگ رو مرتکب شد که به مجلس عرض کنم که ساواکی قدیم رفت و فیلم بازی کرد، حیثیت خودش رو لکه‌دار کرد. میلیون بسیار از او به بدی یاد میکردن. مردی که پرچم ایران رو برافراشت به اون کشتی های زیبا که میگیره و اون توانی که داشت در کشتی و اون شهرت و اعتباری که کسب کرده بود، با این وکیل رفتنش اینا مجلس تقلبی اون روزگار خیلی لطمه دید مرحوم حبیبی. میگم عوض میخوام جناب آقای حبیبی پهلوان بزرگوار مملکت ما، بزرگ مملکت ما که محترم هست، چون نام ایران رو در واقع بلند کرده این مرد. اما خب این هم از اشتباهاتشون بوده دیگه. خب
عرض میکردم تیم کشتی خیلی قوی بود. بعد فوتبال که اومد اصلا مثل یه عادت ماست، به یه چیزی که میخوایم علاقه من شیم این باید به قیمت یه چیز دیگری تمام بشه. یعنی ما اگر به حافظ خیلی علاقه مندیم حتما باید سعدی رو نفی کنیم، بگیم سعدی خوب نیست حافظ خوبه، یا برعکس بگیم که نه با نه اصلا حافظ به درد نمیخوره سعدی. یعنی ما همیشه اهل موازنه هستیم، یک چیز رو برکشیم یک چیز رو خار کنیم، نمیگیم آقا سعدی به جای خیش حافظ به جای خیش، اینا هیچ ارتباطی هم به هم ندارن واقعا، نه اصلی نه معاصرن نه از بلحاظ سخن و سبک و سیاق کلام. باری این ورزش کشتی قربانی توجه به فوتبال شد که اصلا فوتبال ورزش ما نبوده. گمانم نمی کنم که مثلا به این زودی بگن که مثلا ایران قهرمان جهان شد، اینا اصلا ابدا چنین چیزی نیست. اما این ورزش کشتی یک چیز سنتی، یک ورزشی بود که ایرانی در خون خودش داشت، در سنت خودش داشت، دوست داشت. هر کسی تو خیابون شما میدید 10-15 فن کشتی بلد بود و چقدر هیجان داشت برای بچه های ایران در روزگار حسن هم امروز وقتی یه پهلوان ایرانی میرفت کشتی میگرفت و اینا. بنابراین فوتبال اون چیزی نشد، کشتیمون هم از دست دادیم. خب اینم از این. بعد میرسیم به گفتم 1992 ما محمدیان رو داریم، یک نقره امیررضا خادم و رسول خادم که اینها دو برادر باید باشن اگر خطا نکنم، دو تا برنز بردن و در سال 1996 بله ما رسول خادم طلا میبره و مثل که بد نبوده رکورد ایران در 1996 خوب بوده، رسول خادم طلا برده و عرض میکنم که یک برنز بردیم، عباس جدیدی یک نقره برده، حسین توکلی، حسین رضازاده و عوض میخوام ما سال 2000 عوض میخوام از شما، ما رسول خادم طلا برده، عباس جدیدی نقره و یک برنز هم بردیم، یعنی در واقع سه مدال. و سال 2000 رو داریم که ما سه طلا بردیم و یک برنز، بله حسین رضازاده، علیرضا دبیر و حسین توکلی سه طلا، که این رضازاده در دسته سنگین وزن اولین شخص بود در ایران که در این دسته، چون همیشه جای در واقع سنگی وزنا از روسا بودن، یعنی سکوی اول سنگی وزن آدمای مثل الکسیف و اینا نمیدونم چند ده بار رکورد خودش رو شکسته بود، بعضی حرکات هم البته ممنوع شده اینا، اما رضازاده آمد، این کار روسا بود و فنلاندی ها و هر می شود که بلوکای شرقی بیشتر، تا اینکه رضازاده آمد ماشاءالله یا ابوالفضل میگفت و هر چی ماشاءالله به وزن میزدن میبرد بالا، وقتی هم میرسید اونجا میگفت که ما این رو به زور امام زبان بردیم، مدالمون هم الان میدیم به حضرت سامن الائمه، چون آخون جماعت هیچ دلش نمیخواد که هیچ کسی در جامعه یک جاذبه‌ای، یک نامی، یک چیزی دو سه نفر بگویند که آقا این هم آدم مهمی است، این هم آدمی است که مردم او رو دوست دارن، این هم قهرمان مردم، نه گفتن برکت امام هشتم بوده و از این داستان یک یا ابوالفضل هم می‌نوشت اینجا، خیلی حالت جاهلانه و احمقانه ای داشت، خیلی عذر می‌خوام، حالا ضمن سپاس از این مرد که طلا می‌آورد به ایران، اما این یا ابوالفضل گفتنش رو هر می‌شود که پشت رو یا ابوالفضل و اینها، خیلی حالت لومپنی به این آقا میداد، فکر میکنم ذهنیتی هم نداشت حالا به هر صورت، اما به هر صورت وزبردار بزرگی بود این مرد و برای ایران هم طلا آورد. و ما در هر صورت که سال 2000 رو داریم که سه طلا داریم و یک برنز، به حمدالله بلمنده وضع اون بد نبوده. و سال هر شبت که 2004 در واقع در المپیاد 2004 ما حسین رضازاده رو داریم
طلا برده. رضازاده رو میتونی نشون بدین؟ ماشاءالله هیبت و هیئتی داشت این آقای رضازاده. بله 2004 طلا برده و هادی سایی در تکواندو طلا برده. اینا کیان نشون میدین آقا ما؟ خیلی خوب. بله بله آقای رضازاده، بله ماشاءالله رکورددار بود. نمیدونم رکورددار شکسته شده یا نه، هر شبت که بله در آتن. بله دو نقطه رو. خیلی خوب، ما در 2008 ما یک طلا و یک برنز داریم. هادی سایی که باز طلا گرفته، پس پیداست که آقای هادی سایی هم از المپیانهای بزرگ مملکت ماست، به جهت اینکه دو طلاشو من جا گزارش کردم و برنزش رو، و مراد محمدی یک برنز 2008، یک طلا یک برنز. هنوز معلوم نیست که ایران، من نمیدونم در واقع چند تن فرستاده و آیا تیم کشتی ایران هست نیست، تیم در واقع دختران چی شده است، اینا نمیدونم واقعا. من بیاد دارم یک زمانی با چارقت و اینا فرستادم. بله آقای رضازاده اول فضلش ولی همراهش نیست. بله ماشاءالله چندین رکورد رو رضازاده جا به جا کرده، گردهای الکسیف رو که خیلی خیلی برپای مونده بود برای سالیان دراز که میشناسید، خیلی هم بلند قد بود آقای الکسیف میامد و بارسان هم میگیم ما 4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. بعد روی هم این در واقع وقتی یک تیمی از مملکتی میاد برای رقابت، این از وضعیت مدیریت، وضعیت اقتصادی، وضعیت در واقع سلامتی مردم، اینا حکایت ها دارن. کشور آمریکا در این المپیکا مکرر بوده و بالا بوده، فکر میکنم 350 طلا یا 350 المپیان داشته آمریکا، فکر میکنم از همه کشورها هم بیشتر. روس ها تا زمانی که کمونیست ها بودن و با زور دگنک و اینا کار میکردن، مدال های طلا می آوردن، به محضی که از هم پاشیده شد خیلی درخششی ندارن. کشورهای دموکراسی غربی همواره بودن، مثل فرانسه، مثل انگلیس، مثل ایتالیا، اینا همیشه بودن، مدال های خوب گرفتن. و چین هم که تازه جویای نام آمده است، در واقع چین پول زیادی صرف میکنه اونجا که تبلیغات میخواد، چین نیازمند تبلیغات هست چین. کما اینکه مثلا کارهایی که در فضا 70 سال پیش آمریکایی انجام میدادن، اینا حالا انجام میدن، آدم میفرستن دور کره زمین و ما ماه میخوایم برن، اینا همه برای کسب حیثیت به مقصود نفوذ بین المللی است این کارا رو میکنن. این است که حالا در قسمت های شنا خیلی پیشرفت کردن، اما چیزی در دو و ورزش‌های مثل بوکس و اینها ما از این چینی ها هنوز در واقع ندیدیم. فکر میکنم بارسان اشاره کرد که وقت ما تمام شده است، همونطور که مطلع هستین تا مدتی خدمت شما دو برنامه بیشتر نخواهیم داشت، که برنامه امشب هست که برنامه دوشنبه، و این دو برنامه تکرارش رو در روزهای چهارشنبه که فردا باشد و روزهای جمعه میشنوید تا من بتوانم باز برگردم، چون کاری که دارم انجام میدم نیازمند تمرکزی هست. این است که دوستانی که زنگ زدن سوال داشتن خدمتتون عرض میکنم، دو برنامه زنده مثل امشب و روز دوشنبه خواهیم داشت، بقیهش بازپخش خواهد بود تا مجدد برگردیم خدمتتون، برنامه عادی رو دنبال کنیم. از توجه شما بسیار سپاسگزارم. از بارسان گرامی در اتاق فرمان سپاسگزارم. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.